صحبتی پیرامون مناظره آقای علی علیزاده با صادق زیبا کلام میخوایم در این رابطه با شما سخن بگم، همچنین در مورد صحبتهای ترامپ که اونم مدرم است. قدرت دلار از دست رفته، ایران، چین، روسیه رو از دست دادیم و در مورد علمای فلسطین، رئیس علمای فلسطین که خلحمید رو به مناظره دعوت کرده و اتفاقی که در سعودی واسه اولین بار که امام جمعه مدینه آیه مباهله رو خونده بعد از توافقات بین ایران و سعودی، میخوایم در این رابطه با شما سخن بگیم. دوستان عزیز، از بدبختی های غرب خواهیم گفت، بریش براندازان در بداغون سخت خواهیم خندید، امریست که البته همیشه انجام میدیم، چیز جدیدی هم نیست. یا علی میگیم و میریم تو کارش. سلام ایرانیان، سلام هموطنان ما در باکو، تالش، نخجوان، سلام همزبانان در کشمیر، هندوستان، پاکستان، تاجیکستانی های عزیز، افغانستانی های گرامی، فارسی زبانان در سمرقند، بخارا، فرخانه، شیعیان بحرین، کویت، جنوب عراق، جنوب لبنان، بچون انصار الله، شیخ زگزگی یارانش و سرتاسر دنیا، اونایی که صدای ما رو میشنون. دوستان عزیز، مناظره علی علیزاده و صادق زیبا کلام، من اینو دیدم، یه گفتگوی بود که در زمینهای مختلف بود، قصد پخش کردن قسمت‌های این گفتگو و مناظره رو هم ندارم، فقط یه چند جا میخوام اشاره کنم که اونجایی که صادق زیبا کلام در مورد اینکه دلایل دشمنی غرب با بحث هسته ایران و بحث شعار نابودی اسرائیل میدونست، میخوام در این رابطه صحبت کنم و یکی دو مورد که به نظر من آقای علیزاده خوب جواب ندادن یا میتونستن جواب بهتری بدن در این مورد خیلی جا داشت. مثلا ایشون بحث در مورد دشمنی اسرائیل و این جمهوری اسلامی با اسرائیل که زیبا کلام خیلی دغدغه اون هم داره و مثل شامپانزه از رو پرچم آمریکا اسرائیل میپره، مبادا پاش بخوره به پرچم سگیونیستا. ایشون بحث مخالفت نمیدونم دشمنی جمال عبدالناصر و حافظ اسد و که اونا میتونست تو بحث پان عربیسم و بحث ارضی اونا رو مورد توجه قرار داد. ببین دوستان عزیز، در دنیا اینو مارکس خیلی قشنگ توضیح میده، جنگ ها چطور به وجود میاد، دشمنی ها چطور ایجاد میشه، دشمنی ها یا جنگ ها پایه اصلی منافع داره، بحث اقتصاده، با روبنای از ایدئولوژی، یعنی دعوا چیزی دیگه است، دعوا بحث اقتصادی داره اما این دعوا به نام چیزی دیگه تموم میشه. شما ببینید مثلا حمله آمریکا به عراق که در ظاهر بحث سلاح شیمیایی یا بعدن شد حقوق دموکراسی این چیزا مطرح شد، بس خب خودتون میدونید بحث نفت عراق بود، سلطه محکم آمریکا بر منطقه غرب آسیا، این بحث ژئوپلیتیک بوده، بحث هژمون بوده، سلطه بوده و منفعت اقتصادی که اساس اون کار بوده، یعنی اون سلطه و اینا همه در خدمت اون بحث سود اقتصادی هن دیگه، یعنی اون پایگاه اقتصادیش از همه ارجحتره، منتها اینو به اسم چیزی دیگه میفروشن. شما جنگ ایران و عراق ببینید، بازم رو بحث مثلا حالا صدام که دیگه رسما بحث تصرف بود، ولی بحث سمخواهی صدام واسه این که نمیدونم در خلیج فارس سهم آنچنانی نداشت، کویت از عراق جدا کرده بودن به دنبال سهم بیشتری از خلیج فارس، منابع نفتی، این بازم باید بحث اقتصاده، ولی اینو به صورت مثلا خب بحثی بود پان عربیسم و ناسیونالیسم عرب و این طرفم
بس ایدولوژیک مطرح، جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، میری تا حضرت هابیل و قابیل. دوستان عزیز، بازم دعوا دعوا اقتصادیه ولی با روبنای چیز دیگه. دعوای ما با اسرائیل روبنای ایدئولوژیکش بحث نمیدونم آرمان قدس فلسطین، یک کشور اسلامی، قبله اول مسلمین جهان. اما به واقع شما ببینید غرب اسرائیل مثل یه سگ هاری گذاشت اونجا که نگهبان منافعش باشه در غرب آسیا، یعنی کنترل کنه اونجا. اتمیش کردن، قدرت نظامی زیادی رو، تجهیزات نظامی زیادی رو اونجا گسیل میکنن هر ساله، که حافظ منافع اقتصادی و سلطه هژمونی غرب در منطقه ما باشه، منطقه نفخیز مهم. و هر جایی کسی هم واسه اسرائیل قطع علم کرده، مثل صدام، مثل معمر قذافی یا اینا، زده تو سرشون. سیاست های مثل بالکانیزه کردن منطقه هم همه واسه این بوده که چی؟ کشورهایی که فی نفسه واسه اسرائیل خطرناکن، حتی سعودیه که تو اون طرح خاورمیانه بزرگ، سعودی قرار بود تبدیل به سه کشور بشه، ترکیه به دو کشور، تجزیه ایران مطرح شده. پس دعوا دوستان بس هژمونه، سلطه است، بس اقتصادی ولی با روبنای که هر کسی، حالا گفتمان غرب لیبرال دموکراسیه، گفتمان این سمت اسلامیه، هر کدوم مبتنی بر گفتمان خودشون وارد این دعوا میشن. این که غرب با سلاح انرژی هسته‌ای ما یا بمب هسته‌ای ما مخالفه، به خاطر این که از زمانی که روح الله خمینی اومد تو ایران یک نظمی تعریف کرد خارج نظام لیبرالیست و کمونیست، شد جریان سوم. یه زمانی کشور عدم تعهد و مارشال تیتو نمیدونم شاه ایران سوکارنو اینا جنبش عدم تعهد، ولی خب واقعا این بود که عدم تعهد، همه تعهد داشتن، ادهی به شرق ادهی به غرب، اسمن عدم تعهد، ایران هم شاه ایران هم از بنیانگذاران عدم تعهد بود. اما جریان خمینی جریان سوم بود که تعریف میکرد یک هژمون، یک نظم خارج از چارچوب لیبرالیسم و کمونیسم. خب زمان کمونیسم از بین رفت، لیبرالیسم یک کتاس شد. ایران خودشو در این حوزه تعریف نمی کرد. دشمنی غرب از این جنس بود که ایران داشت بازی خودشو می کرد، نه در زمین بازی لیبرالیسم، بلکه خارج از اون بازی. اینجا هر چیزی واسه غرب تهدید میشه. اینجا بحث هسته ما تهدید میشه، موشکی ما تهدید میشه، باور کنید ناخونگیر ما واسه غرب تهدیده، پهبادی ما تهدید میشه، پیشرفت‌های اقتصادی ما، صنعتی ما، سیاسی ما، امنیتی ما واسه اونا تهدیده. چرا؟ چون که ما خارج از اون نظم و بر علیه اونیم، یعنی ما در تقابل با لیبرالیسم داریم یک نظم ایجاد میکنیم، داریم قدرت چه به چالش میگیم، از قدرتش میگیریم به خودمون اضافه میکنیم. و ایران با به خصوص رهنمونای مرشد و پیاخو طایفه اومدن و در غرب آسیا، قسمت هایی از آفریقا، اومدن اون نظم خودشونو بست و گسترش دادن و عملا پایگاه آمریکا سنتکام توی منطقه ما لغ شد، ضعیف شد، از خیلی کشورها رفتن، فرار کردن. حتی دشمنی غرب عرض کردن با ما فقط به خاطر مخالفت صرف با اسرائیل هم نیست، همین حالا بسیاری از این کشورهای عربی، حالا
بعد صلح ابراهیم تو این 30-40 سال اخیر دشمن اسرائیل بودن، مخالف اسرائیل بودن، ولی غرب روابط خیلی خوبی باشون داشت، چون اونا در زمین و همه اتحادیه اروپا سالانه کلی بیانی برای اسرائیل میده، حتی در خود انگلیس، چون شما در زمین بازی لیبرالیسم انتقاد میکنید از صهیونیست، هیچ مهم نیست واسه شون. دعوای ما چیزی دیگه بود، دعوای ما یک کشوری بود که ما دایه داره یک هژمون جدید بودیم که در کنار این هژمون اصل اقتصادی هم هست. دوستان عزیز عرض کردم اساس مثال اقتصادی با روبنای چیزای دیگه، سلطه‌ها شکل میگیرن، هژمون‌ها شکل میگیرن واسه چی؟ واسه انتفاع، نفع. آمریکا سیاستش مبتنی بر منافع ملی، منافع ما کجاست؟ مستقیما میگه منافع آمریکا اینه، یعنی به دنبال سود خودشه. البته ما لحاظ ایدئولوژیک این هم داریم که عرض کردم حمایت از جنبش‌های آزادی بخش، مظلوم، یعنی با ملت‌ها کار داریم. اینکه غرب با انرژی هسته‌ای ما مخالفه به خاطر اینکه ما روبروی لیبرالیسم ایستادیم. هر چیز ما واسه لیبرالیسم اون موقع خطرناک میشه. ترکیه بایراکدار میسازه، نمیدونم چیز میسازه، واسه غرب خطرناک، چیز عضو ناتو، اصلا تو بازی لیبرالیسم و صهیونیست اون. ولی ما هر کاری کنیم واسه اونا خطرناک، جیغ بنفشون میره بالا، چون ما خارج از این نظم قرار داریم. حتی روسیه و چین هم، حالا روسیه بعد جنگ اوکراین و چین، هنوزم بند نافش با لیبرالیسم، جامعه جهانی لیبرالیستی که بعد جنگ جهانی دوم شکل گرفته قطع نکرده، هنوز هم داره تو زمین بازی میکنه و ما ثمرش هم دیدیم، تو غرب آسیا دیدیم، تو خیلی کشورها دیدیم که امروز ما تهدیدیم، ما دشمن شماره یک غربیم، آمریکاییم، سلطه آمریکا. اینا تهدیده. چطور میذارن ما انرژی هسته‌ای، نمیدونم بمب هسته‌ای، در نهایت اگر بخوایم قدرت موشکی بازدارنده، قدرت پهپادی قدرتمند داشته باشه؟ خب واسه اونا خطرناکه، چون اون دشمن شماره یک ماست. زیبا کلام اینقدر ابلهه که درک خیلی سطحی از مناسبات بین الملل یا مناسبات بین دول، بین کشورها داره و فکر میکنه این که ما مثلا رو موشک ها نوشتیم، یا این که حسن روحانی هم بود اصلا گمالم اینو میگفت، خاک تو سرت زیبا کلام ابله سرگن، که اسرائیل باید محو شود، این باعث ناراحتی غرب شده. نه برادر من، شما در زمین بازی غرب فوش خار مادر به غرب بده، تازه ممکنه چهار تا هم فوش خودش هم اضافه کنه. جریان ما جریان سومه، جریان دیگه است که اینو اصلا درکش نمیکنه. این الدنگ زیبا کلاس چی میفهمه؟ بعد اسرائیل ذاتن دشمن ایران، اسرائیل حل ببینید تو غرب آسیا عرض کردم این سگ غربه، طبیعیه که هر حکومت قدرتمندی تو غرب آسیا شکل بگیره، حتی ترکیه باشه، حتی سعودی باشه، واسه اسرائیل خطرناکه، چه برسه به ایران. و اسرائیل، وقتی میگیم واسه اسرائیل خطرناکه، منظور ارباب بزرگترش غرب آمریکاست. واسه همین توی یکی سیاست‌های آمریکا توی 50-60 سال اخیر این بوده که کشورهای غرب آسیا رو بندازه به جون هم. مثلا سیاستش در قبال جنگ ایران عراق چی بود؟ دو کشور اینقدر بزنن تو سر همدیگه تا همدیگه ضعیف بشن، خسته بشن. تو درگیری سوریه، جاهای دیگه این تخاصم باشه، به هم مشغول باشن.
هیچ وقت اتحادی یا صلح نباشه تو منطقه غرب آسیا، چون با صلح منافع اونا به خطر میفته. و امروز به خصوص بعد از تغییر روی کرده سعودیا نشون داده که ایران سیاستاش درست بوده و با اقتدار آمریکا رو عقب رونده. ما هر قدمی که برداریم به سمت جلو به معنای یه قدم اینه آمریکا بره عقب. حکایت ما با آمریکا حکایت موج و ساحل دیگه، موج میره و از زمانی که عقب نشینی کنه ساحل میاد جلوتر. این رفت برگشت. ما امروز تو موضع قدرتمندتریم چون آمریکا رو به عقب روندیم. آمریکا از هر قدرت ایران، مؤلفه قدرت ایران ناراحت میشه. مسئله هسته‌ای، اول مسئلهشون هسته‌ای بود، بعد شد موشکی، بعد شد پهپادی. حالا سردار حاجی زاده گفت چند وقت پیش، چند ماه پیش گفت به زودی یک مؤلفه جدیدی در قدرت ایران رو میشه، موشک ها کروز هم بهش اضافه شدن. قایقای تندرو و و و کلی اینا از ما، هر چیز ما واسه اینا خطرناک فی نفسه. عرض کردم در همه حوزه، نه فقط نظامی، در حوزه اقتصادی، صنعتی، علمی، فناوری، ماهواره‌ای. چرا اینا واسه پرتاب ماهواره ما به فضا ناراحت میشن؟ یه بخشش بحث موشک های قاره پیماک. ما همه نتانیاهو سال 1999 گفت ایران شهاب 5 و 6 رو ساخته، اونا میتونه سوال شرقی آسیا رو بزن. 1990 شهید تهرانی مقدم گفت هیچ گونه ما محدودیت برد تو موشکامون نداریم. ما به اون دست یافتیم. دعوا اینه که اینا ایران قدرتمند نمیخوان، خارج از نظم لیبرالیسم. چرا با هندوستان و پاکستان غرب واسه بمب اتمشون مشکلی نداشت؟ چون اینا تو درون این بازی بودن. پاکستان متحد آمریکا بود. و از زمانی که این دولت مودی بهارتی یا جاناتا از حزب دست راستی هندوها شدیدن هم با آمریکا نزدیک شده برعکس حزب کنگره، اینا الان دارن تو زمین با آمریکا بازی. اینو مشکلی نداره آمریکا با این. مگر الان ژاپن غنی سازی اورانیوم نمیکنه؟ مگر آرژانتین یکی از بزرگترین کشورهای تولید کنه غنی سازی اورانیوم نیست؟ مگر برزیل غنی سازی اورانیوم نمیکنه؟ غرب مشکلی داره؟ آمریکا مشکلی داره با اونا؟ مگر نمیگفتن آقای ظریف بود، آقای حسن گمال بود تو اجلاس سعدآباد جگسترا اینو بعدن گفت من تو قطار بودم توی مستره و قطار خاک تو سر زیبا کلام گفت زنگ زدن بهم بابا یه دونه سانتریفیوژ بذارید مزن لله بچرخه، گفتم نه. اینه دوستان از این دلیل مخالفت ها اینه. بعد بحث اقوام مطرح کرد و زیبا کلام دقیقا حرفای سگونیستا رو میزنه، تجزیه طلبا، پانها. والا من توی خوزستانم از بچگی نزدیک 50 سالمه با عربهای عزیز خوزستانی من دارم زندگی میکنم که مردمان شریف و وطن پرست و نژادی هم هستن. من این چیزهایی که زیبا کلام گفت من نشنیدم از اینا کسی بگه. ما که تو بین این قوم عزیز هستیم، یه سری مسائل بین خودشون بلغور میکنن. من یه بار گفتم در هیچ تاریخی در ایران مثل امروز نه اقوام، نه اقلیت‌های مذهبی قومی فعال نبودن، قدرت مانور نداشتن. توی زبان همه تلویزیون ها خودشو دارن، نه مثل ترکیه است که کلن نف میکنه نژاد و این چیزا رو، یا توی ادارات باید حتما به زبان ترکی حرف بزن. اصلا این چیزا مطرح نیست تو ایرانیان. اصلا ایرانیان مال این تعصبات جاهلانه نیستن.
اینا رو فقط افراد مغرض، اونایی که میدونن این زنجیر پیوسته به نام ایران تا زمانی که در هم تنیده است، پیوسته است، هیچ قدرتی نمیتونه ما رو شکست بده. قصد تفرقه دارن. زیبا کلام رسما صدا بوخچی سگیونیست است. و جالبه واسه من، به جای اینکه این شخص ایزوله بشه، حتی در صدا و سیما جمهوری اسلامی بهش تریبون میدن، پرومودش میکنن. این اسف انگیزه، این آدم حالش گرفته میشه. آخه این الدنگ که حتی تون دکتر زیرمشگلو زرشک دکتر افته دکتر چی؟ این به اندازه باز نمیفهمه. یه آدم بسیار بیسواد پوپولیسته، واسه فالوور بیشتر حرفای پوپولیستی میزنه. جدیدن چیز شده، حقیقت فدای فالوور شده. حقیقت واسه چی بگی؟ فالوورها رو بچسب. بله دوستان، گفتم این توضیح بگم، موارد زیاده، حالا رو هر کدومشون میشه بحث کرد، ولی نشون است این. من فکر میکردم علیزاده اگر با منشه امیر صحبت میکرد بهتر اون بکنم برخورد منطقی داری داشت رسمت به مثال اسرائیل در دشمنی ایران و اسرائیل، تا گمال زیبا کلام که مثل انتری پرچم آمریکا اسرائیل میبینه، مثل انتری میپره بالا پایین که به پرچمه نخوره. خود سگیونیست ها دارن پرچمهاشون آتیش میزدن. بعدش شما ببینید، اینم اضاف کنم، اصلا اسرائیل پرچمش نیل تا فراته، رویاش نیل تا فراته، تو پرچمش اومده. اصلا دکترینش، سیاستش، استراتژیست بر مبنای توسعه طلبیه، هجومه، زمین خاریه. ایران شد آدم بده زیبا کلام نادرست الوات 70 عالم چخل. و خوشبختانه اینو بگم، ما سگیونیست‌ها رو محاصره کردیم. خودشون هم خب گفتن، میگن نتانیاهو میگفت من هر جا نگاه میکنم ایرانو میبینم، وحشت از ایران سر تا پاشون گرفته و این جیغ بنفش طولا و مزدورانشون مثل گمال زیبا کلام ها به این خاطره که سیاست ایران که مثل موریانه سگیونیستا رو در بر گرفت و حتی کرانه باختری رو هم واسه شون به جهنم تبدیل کرده، باعث شده که تمام آمارا نشون میده که مهاجرت منفی از رژیم از فلسطین اشغالی به شدت اوج گرفت و هر لحظه داره افزایش پیدا میکنه. قول مرشد ما گفت 25 سال مثل اینا عجله داره، اینا زودتر بره. خودشو هم به شدت جامعه دو قطبی، چند دستگی وحشتناک. با امید خدا این قده سرطانی از منطقه ما بره. خب این از این. دیدم در روز